بسم الله الرحمن الرحیم در درس 42 تجوید قرار داریم. در درس 41 ما احکام میم ساکنه شرح کردیم و در این درس ما میخواییم که احکام میم ساکنه تمرین کنیم. در بالای آیات 7 الا 12 سوره البقره، آیات اول الا 6 میشه. ما در درسهای گذشته احکام نون ساکنه سرش تمرین کردیم، ولی ما میخواییم که میم ساکنه در اینجا تمرین کنیم. در این آیات احکام دیگه تجوید هم وجود داره، ما اوش آفلند نظر نمیگیریم، تنها احکام میم ساکنه سایل میکنیم. ما قبلا در درس 41 گفتیم که احکام میم ساکن 3 است: 1. اظهار شفوی، 2. اخفای شفوی، 3. ادغام شفوی. و ما گفتیم که شفوی چرا میگیم؟ به خاطر که ما کل کنترل توسط لبها میشه. مایری یک بار میخوانم، بعد از او بالا هر کدام از این ما گپ میزنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما در آیت 7 میبینیم که در کجا میم ساکن است؟ در قلوبهم، سمعهم، ابصارهم و لهم. 4 میم ساکن در نیم یک آیت است و ای تمام از این بعد از میم ساکن حرف واو آمده، عین آمده، غین آمده، حرف با نامده، حرف میم نامده. تمام از این حکم اول میم ساکن تطبیق میشه. بالایش چی گفتیم که است؟ ای اظهار شفوی میشه، یعنی که میم با صورت خودش از مخارجش تلفظ میکنیم. آیت 8 در آخر آیت ببینین: و ما هم بمؤمنین. هم میم ساکن آمده، بعد از میم ساکن حرف با آمده. پس در این حالت ای چی میشه؟ ای اخفای شفوی میشه. میم ساکن ما قبل حرف با اخفای شفوی میشه، حکم دوم میم ساکن. و ما گفته بودیم که در درس 41 اخفای شفوی را با چندین مثال کار کردیم. گفتیم که مخرج لب در میم ساکن ما کنترل میکنیم و صدای غنه را از خیشون میگیریم و حرف با را به صورت درستش از چسبش لب شروع میکنیم.
اگه یادتان مانده باشه. در آیت نهم، ما داریم انفسهم. انفسهم ببینین که میم ساکن داریم و بعد از او، بعد از میم ساکن حرف واو آمده که میشه میم ساکن ما قبل حرف واو، ایم بازم اظهار شفوی میشه. در آیت دهم، در اولش ببینین فی قلوبهم با میم ختم میشه، بعد از او حرف، بعد از او لغت مرض که با میم شروع میشه، میم ساکن میم حرکت با هم چی میشه؟ ادغام میشه. میم ساکن ما قبل حرف میم ادغام شفوی، یعنی که حکم سیوم میم ساکنه در اینجا تطبیق شد. میبینین که در اینمی آیت 7 8 9 و آیت 10 ما ارسه حکم میم ساکنه دیدیم و اینجا باقی آیت که است ولهم عذاب علیم. لهم میم ساکن است، پیش سرش عین آمده که میشه میم ساکن ما قبل حرف عین، میشه اظهار شفوی. و در آیت 11 هم بازا میبینین که و اذا قیل لهم، باز لهم حرف لام آمده که میشه میم ساکن ما قبل حرف لام، بازا میشه اظهار شفوی. در میم ساکن بسیار زیاد حکم اظهار شفوی داره. و آخرین آیت شما سعی کنین الا اینهم با میم ختم میشه و بعد از او هم آمده، هم با ها شروع میشه، یعنی که حرف ساکن میم ساکن ما قبل حرف ها میشه اظهار شفوی. الحمدلله ما در این درس تانستیم که احکام میم ساکن ما اینجا بیان کنیم. و یک سوال شاید در ذهنتان بگرده که ما چرا زیاد راجع به می سوره البقره بسیار فشار میاریم، به خاطر از اینکه ما باید اقلا هفته یک بار سوره البقره را در خانه خود بخوانیم. اگر هفته دو بار بخوانیم خب نور علی نور، و اگر هر روز کس خوانده بتانه خب بیخی خوب. خب به خاطر از اینکه وقتی که ما سوره البقره را در خانه خود میخوانیم، او باعث از این میشه که شیاطین از خانه ما فرار کنه. و سوره البقره شمشیر بران است برای گردن شیاطین. ما الحمدلله کوشش میکنیم که آیسته آیسته به می سوره بقره همتر خود محکم کنیم و احکام باقی مانده تجوید هم بالای ازی همین رقم تطبیق کرده و پیش میریم، که هم از یک طرف احکام تجوید ما تطبیق کرده بتانیم و از طرف دیگه سوره البقره را ما درست تلاوت کرده بتانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.